هر دو جهت هم مورد توجهه، یعنی هم کمک به بنگاه‌ها و کسب و کارها بابت آسیب‌های اقتصادی که بهشون وارد شده، هم به خانوارها. هدف جدی این است که تا اونجایی که میتوانیم کارگری بیکار نشود به این سبب، بنگاهی فروننشینه و خانوارها هم که ممکنه درآمدشون کم شده باشه، قدرت خریدشون کم شده باشه، بتوانن این دوره رو سپری کنن. در این بسته 100 هزار میلیارد تومانی، 25 هزار میلیارد تومانش در واقع پرداختهای بلاعوض هست که باید از منابع دولت استفاده می شد. به همین جهت درخواست شد که 1 میلیارد، معادل ریالی 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در اختیار قرار بگیره و 75 هزار میلیارد تومنش تسهیلات بانکی است که اون هم با این تدبیر که بانک مرکزی از اختیاری که شورای پول اعتبار براش تعیین کرده بیاد ذخیره قانونی بانک ها رو در فاصله 10% تا 13% اختیار داشته باشه، بتونه از این منابع در واقع استفاده کنه، با کمک منابع خود بانک ها 75 هزار میلیارد تومان بتونه بذاره برای این تسهیلات هم به بنگاه ها هم به خانوار ها. خب جزئیات این در 3 بخش بحث شد، پیشنهاد شد، در جلسه ستاد اقتصادی تصویب شد در روز دوشنبه که یه رقمی حدود 40-45 هزار میلیارد تومنش اختصاص پیدا خواهد کرد به بنگاه ها توی این دهرسته ای که تشخیص داده شده که بیشترین آسیب رو میبینن. حالا البته این لیست بسته هم نیست، اگر موارد دیگری الان پیشنهاد شده میتونه به این اضافه بشه. بله، خب دقیق حساب شده که میزان کارکنان این بنگاه ها، مثلا فرض کنید هتل ها، رستوران ها، مسافر بر یه جاده ای، شرکت های هواپیمایی، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی، قسمتی از اینها بنگاه ها و کسب کارهایی هستند که در واقع با تشخیص دولت و حاکمیت ازشون خواسته شده که تعطیل کنن به دلیل رعایت سلامت مردم. بعضی از اونها به سبب شرایط پیش آمده کسب و کار شب عیدشون رو از دست دادن، مثلا پوشاک، مثل کیف و کفش و از این قبیل. خب یه ذره حکم اینا با هم متفاوته. همچنان که توی این مرحله سوم که مرحله فاصله گذاری هوشمند هست، حکم این کسب و کارها بر اساس کم ریسک و پر ریسک بودن متفاوته. ما نمیتونیم حکم واحد و کلی به همه بنگاه ها بکنیم، کاملا دقیق و کارشناسی باید بریم جلو. تصمیم گرفته شد که ملاک کارگر باشه. شرط این استفاده از این تسهیلات برای بنگاه ها این است که کارگرشون رو بیکار نکنن. لذا به تعداد و تناسب کارگرانی که داشتن توی لیست بیمه 3 ماه دی و بهمن و اسفندشون بر اساس این تو بنگاه‌هایی که با الزام دولت تعطیل شدن معادل 16 میلیون تومان و در بنگاه‌های دسته دوم که به سبب آثار طبیعی این شرایط رعایت بهداشتی بازار خودشون از دست دادن، اونا به ازای هر کارگر 12 میلیون تومان، که سهمی از این تو دسته اول 50%، تو دسته دوم 70%، این باید به دستمزد اختصاص پیدا کنه. و در واقع شرط این تسهیلات این است که این پرداخت بره به کارگر و کارمند اون شرکت، میخواییم او زندگیش اداره بشه. البته 50% دوم تو دسته اول، 30% توی دسته دوم، این برای هزینه های ثابت و عملیاتی بنگاه اختصاص پیدا میکنه. باید اجاره بده، باید پول آب و برق مثلا بده، به هر حال هزینه هایی داده، برای مواد اولیش هزینه کرده، الان فروش نداره یا تولید کرده، کالاش مونده، به هر حال برای اینا پرداخت هایی داره. هر دو جهت دیده شده، ملاک حفظ اشتغاله، اما در کنارش مصالح و ملاحظات بنگاهداری هم دیده شده. لذا یه کسی مثلا فرض کنید در دسته اول که 10 تا کارگر داره میتونه بره 160 میلیون تومان برای این 3 ماه بگیره. البته حالا دیگه جزئیاتش در مراجعه به بانک ها
به اطلاع صاحبان کسب و کار میرسه، اطلاع رسانی عمومی هم انشاءالله خواهد شد. نکته بسیار مهممون شفافیته، یعنی اصلا بنا نیست که در این تسهیلات رانتی توزیع بشود، لذا همه کسانی که از این تسهیلات استفاده میکنند به طور شفاف اطلاع رسانی کامل میشه در به اصطلاح سایت مربوطه و در سایت بانک. یعنی یه در واقع کار ملی است، خود بنگاه، خود کارگرا، بانک و مجموعه سیستم اقتصادی داره به میدان میاد که این بنگاه ها نیفتن و انشالله برسیم به مرحله رونق.